اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یوم نبطش البطشة الکبرا انا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کریم ان ادوا الی عباد الله انی لکم رسول امین و الله تعالو علی الله انی آتیکم سلطان مبین و انی عذت و ربی و ربکم ان ترجمون و ان لم تؤمنوا لی فاعتزلون فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادی لیلا انکم متبعون و اترک البحر رهوا انهم جند معلقون. بحثایی که مربوط به ربوبیت حق تعالی بود یه مقداری این وسطا طول کشید. در خلال این سوره مبارکه دخان آیاتی هم هست که از عدم تناهی و تناهی و سایر مسائل معرفتی و امکان شناخت خدای سبحان مسائل بخواست خدا مطرح خواهد شد. در جریان اون آیه که فرمود این کان للرحمن ولد فعن اول العابدین، اون هم ملاحظه فرمودی که مقدم و تالی به این برمیگردد که این کان للرحمن ولد فهو مستحق للعباده. سخن از این که من قبول میکنم یا من نکور میکنم نیست. اونها برای حضرت حساب قائل نبودن به دلیل اینکه میگفتن معلم مجنون. اون قیاس استثنایی مقدم و تالی به این برمیگردد که این کان للرحمن ولد فهو مستحق للعباده لکن نتالی باطل، زیرا کسی مستحق عبادت است که رب السماوات و الارض باشد و اون خداست که رب السماوات و الارض است و منزه از آن است که شریک داشته باشد. در این قسمت که برهان قام فرمود در این آیه سوم فرمود انا کنا منذرین، راه انذارش هم این است. فرمود منتظر باش، یه روز عذابی در پیش دارن. حالا این عذاب یا عذاب دنیاست یا عذاب آخرت است. معمولا اهل تفسیر این رو به دو احتمال تقسیم کردن، گفتن یا مربوط به عذاب دنیاست یا مربوط به عذاب آخرت باشه. شواهدی هم برای هر دو اقامه کردن، گفتن هم شاهد هست که مسئله عذاب دنیا مطرح است، برای اینکه فرمود فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، بعد اونا گفتن ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، بعد فرمود ما کشف عذاب کردیم ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. این معلوم میشه در دنیاست. قول دوم یا نظر دوم یا جهت دوم حمل این آیات بر عذاب آخرت این است که فرمود یوم نبطشل بطشت الکبرا، بطش کبرا فقط در معاد است. بنابراین صدر اون قسمت میتواند ناظر به دنیا باشد، ذیل شاهد است برای اینکه منظور عذاب آخرت است. ولی اگر بر عذاب آخرت حمل بکنیم و این صدر را بر تاریخ گذشته و نقل قول گذشته حمل بکنیم شاید جامع باشد. پس فهاهنا ثلاثه و احتمال. احتمال اول این است که این آیه مربوط به عذاب دنیا باشد، چون که بخشی از این آیات این را تأیید میکند. احتمال دومی که مربوط به عذاب آخرت باشد، بلی اینکه یوم نبطش البطشة الکبرا عذاب آخرت تعیین می‌کند. احتمال سوم این است که کلا مربوط به عذاب آخرت باشد و اون چه که مربوط به گذشته است این عنوان نقل حال و بیان حال باشد که ما قبلا در دنیا به اینها گفتیم اینا
اعراض کردن، گفتن که ما میپذیریم، ما کشف عذاب کردیم، اینا دوباره اعراض کردن و گفتن معلم مجنون. بنابراین امروز دیگه بچه کبرا فرا رسید و راهی برای علاج اینها نیست. مسئله معلم و مجنون، حرفی رو که سیدن استاد دارن همون حرفی است که سایر بزرگان و مفسران هم دارن، مخصوصا فخر رازی در تفسیرشون. فخر رازی در تفسیر دارد که حرف مشرکان درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم این است که یا این حرفا را از بشر یاد گرفت که انما یعلمه بشر، یا از جن یاد گرفت. این معلمان ناظر به این است که تعلیم بشری است، اون مجنونان ناظر به آن است که تسخیر جنی است و جنها به او آموختند. بنابراین اینی که مرحوم علامه دارد که مجنونان یعنی مختل العقل، این مثلا نمیتونه درست باشه، در حالی که سخن جناب فخر رازی هم همین است که مرحوم علامه فرمودن. جناب فخر رازی میگوید به این که یا سالمن و دیوانه نیست، منتها دروغ میگوید، معاذ الله چیزایی که از دیگران یاد گرفته به خدا اسناد میدهد، این همون افتراست. مختل العقل نیست ولی فریبکار است، معاذ الله چیزی که از بشر یاد گرفته به الله اسناد میدهد، میشه فریه که افترا علی الله. این معلمان مجنون، اون افترا علی الله کذبن ام به جنه، همون هست. یا نه سالم نیست، برای اینکه اون چرا جنها بو آموختن در حال عادی نبود. حرف فخر رازی این است که در حال غشیه، اون وقتی که غش کرده خبری از درک صحیح ندارد، اون وقتی چیزها رو بهش الغا کردن. بنابراین کسی که شاگرد جن باشه چیز را جن یاد بگیره، همون حرف هاییست که زیر مجموعه وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه بودن، قول افریتون من الجن اناتی که به قبل این تقوم مقامه، اونا یه راه علمیست. اما حرف فخر رازی نیست که کسانی که قال افریتون من الجن اناتی که به قبل این تقوم مقامه از اون قبیل باشد. میگن جن در حال غشیه به او چیزی رو یاد میدادن، وقتی غش کرده، یعنی وقتی مختل العقل است. و این مطابق تعبیرات دیگه در میاد که افترا علی الله کذبا ام به جنه، این همان است که سیدن استاد رضوان الله فرمودن. خب و قالوا معلم المجنون، بعد فرمود به این که در سرح قیامت ما گفتیم که عذاب را بر می‌داریم، عذاب را برداشتیم، ثم تولوا، به اینها به این صورت در آمدن. پس این که معلوم نیست آیه درباره عذاب دنیاست مثل قصه بدر یا قصه های دیگه یا عذاب آخرت است، این چه نیست، ظاهره مربوط به عذاب آخرت است و گذشته را به صورت جریان حال و قصه حال دارد نقل بکند. در قسمت های قبلی فرمودن به اینکه انا کنا منذرین، چنین که در سوره مبارکه زخرف هم صدرش همین بود دیگر، فرمود ما منذر هستیم، ما انذار میکنیم و حقایق را برای شما آشکار میکنیم. قصه سه پیغمبر از انبیای الهی را فرمودن، جریان هست ابراهیم، جریان هست موسی، جریان هست عیسی علیه السلام را ذکر کردن. اینجا فقط جریان هست موسی کلیم را ذکر میکنن، چون جریان هست موسی بیشترین قصه را در قرآن کریم به خود اختصاص داد. نه، قرآن کریم نقل میکنه که ما در دنیا برای اینها این کار کردیم، از اینها برداشتیم، اینها دوباره برگشتن، اتمام حجت میکند، احتجاج میکند. لذا یوم نفتش البطشه الکبرا انا منتقمون، دیگه ندارد که عذاب برمیداری. خب بعد از این قسمت، چون در صدر همین سوره یعنی آیه 3 فرمود انا کنا منذرین، و داستان فرعون را ذکر میکند. این قرآن جز جواب الکلم نیست که کلیات رو بیان کند، بلکه داستان‌ها و قضایای خارجی رو هم ذکر می‌کند تا عبرت باشد برای اولی الابصار. فرمود ولقد فتنا قبل از این مسلمون‌ها قوم فرعون رو، چجوری آزمودیم؟ و
برای اینکه به جاهم رسولون کریم، یه پیغمبری با کرامت آمده، مستحضر کرامت یا دانشی است بالاخره یا ارزشی است. اون کرامت دانشی مربوط به حکمت نظری است، یعنی یه موجودی که مجرد است، موجود شریف است، بهش میگن موجود کریم. دیگه سخن از مسائل اعتباری نیست، مسائل اخلاقی نیست. فرشته موجود کریم است. مثلا در امور مادی از طلا و نقره به عنوان احجار کریمه در کتاب لغت یاد می شود. ذهب را که در کتاب لغت معنی میکنن میگن حجر کریم، این احجار کریمه است. این دیگه مسئله اخلاقی نیست، ارزش اخلاقی نیست، کار وجودی است. درباره ذات اقدس اله وقتی گفته می شود کریم، یعنی احسان دارد، نه که اخلاقش خوب است. احسانی دارد، انعامی دارد، اکرامی دارد. وقتی درباره قرآن گفته می شود قرآن کریم یا مکنون یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم کریم است، یعنی هم درجه وجودی اینها بالاست، هم اخلاق اینها. پس نسبت به ذات اقدس اله کرم همون احسان و انعام است، نسبت به موجودات دیگر همون چیزهای دانشی است، یعنی حکمت نظری است، وجودشون قوی است، غنی است. نسبت به انسان وقتی گفته می شود کریم است، یعنی اخلاقش خوب است، نظام ارزشش خوبه. رسولی که آمد هم از درجه وجودی دارای کرامت و ارزش است، هم درجه اخلاق. جا هم رسول کریم، این رسول کریم که آمد به قوم فرعون، یعنی به فرعون و قومش گفته بود که من دو تا رسالت دارم، یکی از طرف خدا آمدم پیام رو به شما برسونم، یکی این که مأموریت دارم امت را از دست شما برهانم به خدای سبحان نزدیک کنم. مردم امانت الهی هم، من از اون جهت که رسولم پیام خدا را به شما میرسونم، از اون جهت که امینم امانت خدا را باید از شما تحویل بگیرم. مردم امانت خدا هستند. اصولا انبیا آمدن که این امانت ها را بگیرند و حفظ بکنند. فبود این دو تا کار را من باید بکنم و هر دو را هم دارم انجام میدم. از اون جهت که پیام آور خدا هستم، درست مسائل به شما ابلاغ بکنم. از اون جهت که مردم امانت الله هن و رهبران الهی امین الله هن، من مردم را باید از شما تحویل بگیرم و درست تربیت کنم و مقصد برسانم. لذا شما هم حرفای ما را بپذیرید، هم مردم را تحویل ما بدید. ان ادو الیه عباد الله، عباد خدا امانت های الهی هن. مردم امانت الله هن. اگر کسی به این مردم بد کرد به امانت الله خیانت کرد. ان ادو الیه عباد الله، ببینید خودشو امین معرفی کرد، نگفت مردم را آزاد کنید، فرمود مردم را تأدیه کنید، ادا کنید که با امانت بسازد. در باره امانت نمیگن امانت را آزاد کرد، میگن امانت را ادا کرد. فرمود من چون امینم، مردم امانت الله هن، این امانت الله را باید به امین برگردونید. ان ادو الیه عباد الله. خب پس از اون طرف چون از طرف ذات اقدس اله آمدم پیام و امار خدا رو میرسونم، این حرف هم که من میگم پیام الهی است. چرا باید به من برگردانید؟ برای اینکه من امین الله هم، امین الله باید امانت الله رو حفظ بکند. ان ادو الیه عباد الله انی لکم رسولون، حرف خدا رو بزنم، امینون مردم رو باید اداره بکنم. و شما یعنی فرعونیان لا تعلو علی الله، ببینید تا حال سخن از عباد الله بود و سخن از رسول الله بود، الان سخن از الله است. فبود عباد الله حرمتی که دارن به برکت الله است، رسول الله حرمتی که دارد به برکت الله است، امین الله حرمتی که دارد به برکت الله است. شما اگر به مردم بدرفتاری کردید نسبت به الله جفا کردید، اگر به رسول الله بدرفتاری کردید نسبت به الله جفا کردید.
اگر به امین الله بد رفتاری کردید نسبت به الله جفا کردید. این چهار جمله را هماهنگ بیان کرده. یک جا سخن از عباد الله است، یک جا سخن از رسول الله است، یک جا سخن از امین الله است، دفعتاً سخن از الله است. و الله تعلو علی الله، نه تعلو علی عباد الله یا تعلو علی رسول الله یا لا تعلو علی امین الله، چون امین الله، رسول الله، عباد الله اگر ارزشی دارن از الله هست، حرفی هم بزنن از طرف الله هست. و الله تعلو علی الله، اینی از اون جهت که رسول الله هستم آتی کن بشه دلیل رسول الله هم برای سلطان مبین دارم، معجزات روشن دارم، سلطنت رو مستحضر بید. از اون واژه های پربرکت قرآنی است. سلطنت تنها قدرت نیست، اون قهر همراه با مهر است. این روغن شفاف زیت که خیلی فروغی دارد، خوب نور میدهد، اون بهش میگن سلیط. اون کسی سلطان است که حرفی برای گفتن داشته باشد و عرضه اداره هم داشته باشد. اگر عرضه نداشته باشد، حرفی برای گفتن نداشته باشد، سلیط نیست. سلیط یعنی اون روغن شفافی که نور میدهد، او رو میگن سلیط. وگرنه صرف زورمند بودن و حاکم بودن که سلطنت نیست. در القاب اینها هم سلطنت آمده در باره انبیاء علیه السلام. اینی آتیکم به سلطان مبین، این ید بیضای من سلطان است. همون طوری که عصا سلطان است، تنها اژدها شدن سلطان نیست. و بزرگان همه ما فرمودن که ادخل یدک فی جیبک نه فی جیبک. کسی که دست به جیبه به جایی نمیرسد. کسی که دست به جیب و گردن و گریبان دارد، تو سینش خبری هست، این به جایی میرسد. اون کسی که جیبش پره، خب یه سرمایدار است از اینا تو عالم فراوونه. ذات اقدس اله به کلیم حق فرمود به این که به فکر نباش که جیبت چه خبره، به این فکر باش که جیبت، سینت، گردن و گریبانت چه خبر است. ادخل یدک فی جیبک نه فی جیبک، نه به سراغ مال بری، ببین در سینت چه خبره. اومد ایشون گفت من با سینه شفاف آمدم، سلطان دارم، این ید بیضای منه، عصا هم هست. غرض این است که تنها اژدها شدن سلطان نیست، ید بیضا هم سلطان است. برای اینکه اصلا اون روغن زیت شفاف پرفروغ رو میگن سلیط. اینی آتیکم به سلطان مبین. بعد فرمود به این که من چون رسالت خدا را دارم و امین امانت الهیم، اگر بخواهید به من بدرفتاری کنید یه پناهگاه خوبی دارم. اینی عزتو به ربی و ربکم ان ترجمون. شما های و انبیای دیگه میگفتید من المرجومین، اینجوری تهدید میکردید، سنگسارت میکنیم، بیرون میکنیم، نسبت به من اگر بخواهید این تهدیدار روا بدارید، من یه پناهگاه خوبی دارم. من اصلا با پناهگاه آمدم. در سوره مبارکه طه ذات اقدس الله فرمود تو با این پناهگاه برو، گرچه قدرت فرعونی قدرت چشمگیری است، ولی از همون اول با پناهگاه داری میری. در آیه 45 بعد سوره مبارکه طه این است که قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. خب قدرت فرعونی که چشمگیر بود، اینا هم دو نفر انسان به صورت عادی بودن. عرض کردن خدایا اگه طغیان بکند چه کنیم؟ فرمود قال لا تخافا، تو موسی و برادرت هارون سلام الله علیه نترسید، اننی معکما اسمع و ارا. فأتیاه فقولا انا رسولا ربک فأرسل معنا بنی اسرائیل. اونجا چون سخن از امین نبود، عدو نبود، سخن از رسول بود، سخن از ارسال آمده. اما در آیه دخان که محل بحث است، چون با امین شروع شده، مناسب امین تأدیه امانت است. در سوره مبارکه طه
فمول قال لا تخافا اننی معکم و اسمع و برا فاتیاه فقولا انا رسولا ربک فارسل معنا بنی اسرائیل، اینا رو با ما رها کن بفرست. اما اینجا چون سخن از امین بودن است تعبیر به عدو فرمود، ما امینیم امانت خدا را به ما تعدیه کنید. اینجا فرمود به اینکه آیه 20 سوره مبارکه دخان که محل بحث است، و اینی استو بربی برب بکن من ترجمون و لم تؤمنولی فاعتزلونه، اگر ایمان ندارید خب ما رها کنید دیگه، مزاحم ما هم نشید. فخر رازی نقل بکند که چون معتزله با اشاعره اول کنار هم بودن، یک مشکل فکری پیش آمد، مکتبی و مدرسه‌ای پیش آمد که رهبر فکر اعتزال از اونها جدا شد و اونها را باطل دانست، می گفت شما باطلید، من از باطل جدا شدم. معتزله یعنی معتزله از اون تفکر باطل اشعری. فخر رازی می گوید که برخی از متفکران معتزله می گفتن هر جا قرآن کریم سخن از اعتزال آورد، اعتزال عن الباطل هست. گفت من که در اون مجلس وارد شدم بهش گفتم که اگر منظور قرآن در همه جا اعتزال عن الباطل هست، در آیه 21 سوره مبارکه دخان که موسی کریم فرمود و لم تؤمنولی فاعتزلونه، یعنی فاعتزلونی، این اعتزال عن الحق که اعتزال عن الباطل نیست. گفت این حرفی گفتم و دیگه حرفی برای گفتن نداشت. لکن این استدلال جناب فخرازی مثل استدلال اون معتزلی هیچ کدوم تام نیست. حالا اعتزال گاهی از حق باید جدا میشه، گاهی از باطل جدا میشه، این چه استدلالیست؟ فاعتزلونی یعنی کار من نداشته باشید، لا لی ولا علیه، من آزاد بگذارید، نه اینکه من حقم از حق فاصله بگیرید. گفت اگر به من ایمان نمی آورید فاعتزلون نه، یعنی کار من نداشته باشید، نه له من باشید نه علیه من. خب وجود مبارک کلیم حق به جامعه قبطیا و فرعون رسون که مردم امانت خدای هستند، این تعبیر بلند وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه تو این عهدنامه مالک همچنان می درخشد. ما درباره نماز داریم که از صلات و عمود الدین، این یک ستون دینی و عبادی اسلام است. یه ستون سیاسی هم داریم که مردم هم. در اون عهدنامه مالک وجود مبارک استمیر با انه تعبیر کرده، جمله اسمیه و انه، ان عماد الدین و جماع المسلمین و العد علالاعدا العامت من الناس. همو ستون دین توده مردم هست. اگر خدای ناکرده مردم با شما نبودن، حکومتی در دست شما نیست. مردم بی امر عادی نیستن، مردم ستون دینن و اگر نبودن حکومت دیگه حکومت دینی نیست. این عماد دین، این حتماً حتماً یعنی حتماً ملاحظه فرمایید تو عهدنامه مالک وجود مالک هست امیر برای مالک نوشت. مصر امروز به این روز سیاه در آمده، قبلا که اینجور نبود. هنوز بخشی از مصر غیر مسلمان بودن. در همون عهدنامه دارد که مالک مردم مصر دو قسمن، یا مسلمانن یا کافر، با هر دو باید معتدلانه رفتار بکنی. فإن الناس صنفان، اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق، چون همه مردم مصر اسلام نیامورده بودن اون وقتا. فرمود مردم دو قسمن، یا کافران یا مسلمان، تو بالاخره استوندار ماهی، وقتی وارد اون سرزمین شدی باید با هر دو با رفق و عدل و عقل رفتار بکنی. فإن الناس صنفان، اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق ولا تکن علیهم سبعا زارعا. بعد فرمود ان عماد الدین و جماع المسلمین و العد علی الاعدا العامه من الناس. لذا وجود مبارک موسی کریم فرمود مردم امانت خدایان،
امانت خدا را باید امین الله حفظ بکند. فدعا ربه انها اولئک قوم مجرمون، عرض کرد خدایا اینها نه تنها حرف مرا گوش نمیدن، علیه من دارن توطئه میکنن. شما هم که به ما وعده پیروزی دادید، اونگاه جواب آمد که بر ما به وعدمون وفا میکنیم. فأسر بعبادی لیلا انکم متبعون، شب که شد این پیروانت رو سیر بده، سریه یعنی سیر در شب. سبحان الذی اسرا بعبده سریه یعنی سیر در شب، اسرا یعنی شب سیر دادن، اسره یعنی شبانه اینا رو سیر بده. فاسره به عباد این لیلن تأکید است، مثل سبحان الذی اسرا بعبده لیلن اونم تأکید است. شب که شد اینا رو حرکت بده که از راه دریا باد بگذرید، حالا یا رود نیل است یا هران. فاسره به عبادی لیلن، ولی بدان که در تحت تعقیبید، انکم متبعون در تعقیبید، با سرعت باید حرکت بکنید، به طرف دریا سفر کنید. اونجا رو هم ما یه بستر صاف برای شما قرار میدیم، دریا را راهوار آرام با طمأنینه پشت سر میذارید، کل این منطقه دریایی بستر خاکی میشه برای شما، خوش میشه. فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، وقتی عصا زدی این سطح دریا برای شما خوش میشه، جاده خاکی میشه، بعد عبور میکنی. وقتی از این جاده خاکی به خشک عبور کردید، اونا که پشت سر شما هستن، آخرین فرد شما که از دریا گذشت، اینها که کاملا وسط دریا آمدند، این بستر خشک و خاکی به حالت اولی در میاد. فقشیهم من الیم ما قشیهم، این دریای خروشان اینها رو به کام خود فرو میبرد. این راه نجات بخشی شماست. فرمود فأسر بعبادی لیلا، ولی بدانید انکم متبعون، غفلت نکنید، تجهیز بشید، آماده بشید، با سرعت حرکت کنید. و راهتون هم از راه دریاست، نگید کدوم طرف بریم، چون وجود مبارک موسی کریم وقتی که به لبه این دریا رسیدن، عده گفتن که ما رو به خطر انداختید، جلو که آب است و غرق، پشت سر هم که ارتش جرار فرعون با زرس قاطع. فهمود کلا، این حرف چی میگید؟ این معی ربی سیهدین، چون هم اول دستور مبارک تاها فهمود اننی معکما، من با شما. خب اگه خدا با ماست دیگه، دریا مال او، صحرا مال اوست دیگر. این یه طمأنینه کلیمی میخواهد. وقتی اون بنی اسرائیلی اعتراض کرد که جلو خطر غرق است، پشت سر ارتش جرار فرعون، با جرس قاطع کلیمی حق فهمود کلا، نه جلو خطر داره نه پشت سر، اگر برگردیم پیروزیم، برویم دریا در اختیار ماست. کلا ان معیه ربی سیهدین، دستور آمد فضل لهم طریقا فی البحر یبسا، این عصا را بزن تو دریا خوش میشه. حضرت همین کار کرد، فرمود وترک البحر رهوان، شما به مقصد میرسید، اما انهم جندون مغرقون، همشون غرق میشن. چون فقشیهم من الجنبه ما قشیهم. بعد فرمود آثار دیگری دارن که کم ترکم این جنات الویون، که بخش های دیگه است که ما ترک اینا رو دارد بازگو میکند. عمده آن است که وجود مبارک کلیم حق، فرمود وجود مبارک ابراهیم هم همین حرف زد، عرض کرد که خدایا دین مردم از طرف شما حق است، مشروعیت حق است، مردم باید بنده خدا باشن، همه ما بنده خداییم، ولی تا جامعه نپذیرد، ما را همراهی نکند، دینداری مردم مشکل است. به ذات اقدس اله عرض کرد خدایا با اینکه معمار کعبه بود، با اینکه قربانی رو به اون صورت انجام داد، با اینکه آتش رو گلستان کرد، با اینکه به جعل هم جزازن الا کبیر الله هم همه این کارانی کرد، عرض کرد بالاخره توفیقی باید نصیب بشه
که مردم با ما باشند. فجعل افعدتا من الناس تهوی الیه. خدایا ما کعبه رو ساختیم، همه کارا که دستور دادی انجام دادیم، آدشم برای ما گلستان شد، ولی تا دلهای مردم با ما نباشد حفظ حکومت اسلامی کار آسانی نیست. فجعل افعدتا من الناس تهوی الیه. دلهای مردم به طرف بچهای ما باشند، یعنی بچهای ما هم کاری بکنن که دلهای مردم رو جذب بکنن. دو طرفه باشه باشه دیگه، هم ما کاری بکنیم که دلهای مردم رو جذب بکنیم، بی راه نریم، راه کسی رو نبندیم، هم مردم به دستورات دینی احترام بگذارن. رابطه طرفینی دیگه. فرمود این کار رو بکنید، اینم همینطور است. حرف همه انبیا اینطور بود. این که فرمود ان ادو الی عباد الله، مردم باید بدونن درست مخلوق خدا هستن، بنده خدا هستن، اما این حرمت رو هم دارن که امانت الله هستن. این یک ارزشی است بالاخره، یعنی خودمون مخلوق خدای درسته، بنده خداییم درسته، اما ما رو خدا رها نکرده، همه ما البته، ما امانت الهیم. امروز وجود مبارک ولی است، امین ماست. ما اگر باور بکنیم حضرت امین ماست، خودمون را به اذن خدا در تحت رهبری اون حضرت قرار بدیم، نزاع ما الی یوم القیامه محفوظ خواهد بود انشاءالله. جریان راه پیمایی را هم هیچ کدوم فراموش نکنیم، با جلال و شکوه شرکت کنیم و این نظام را امانت الهی بدونیم، بدونیم که همه ما وابسته وجود بارک ولی اصلیم محفوظ خواهیم بود. الحمدلله رب العالمین.